در حال حاضر جامعه ما با شکاف بزرگی مواجهه. قطعا بیشتر از اون زمانی که من در سال 2007 برای انتخابات ریاست جمهوری اقدام کردم و سال 2008 که به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شدم. بخشی از این شکاف به عملکرد رئیس جمهوری کنونی ما برمیگرده که فعالانه در آتش تفرقه دمید چون احساس می کرد که برای سیاست های اون مناسبه. اما این وضعیت پیش از اون هم بود و بعد از اون هم ادامه خواهد داشت به نظر من انواع تهوری های احمقانه توتعه و اون چه برخی اون رو زوال حقیقت نامیدند یعنی همون بی اهمیت دونستن حقایق و مجاز بودن هر گونه شیوه عمل هم به این شکاف ها بسیار دامن زدن بیش از یک انتخابات زمان نیازه تا این روند اصلاح بشه It's, it's going to take more than one election to uh, reverse those trends. If you are somebody who exclusively watches. اگه شما روی رسانه های دست راستی تمرکز کنید میبینید که اونها من رو هم به عنوان یک شخصیت سیاسی به رسمیت نمیشناسند و تصویری که از من ارائه میکنند کاریکاتوری از منه که با اون چیزی که میگم و اون چیزی که باور دارم هیچ تناسبی نداره اما میلیون ها نفر این ادعا رو باور میکنند که جو بایدن سوسیالیسته و هیلاری کلینتون بخشی از یک گروه تبهکار بوده که به کودکان میل جنسی دارند. <applause> این گونه بحث های بد دائما در جامعه در جریانه نکته جالب و البته خیلی ناراحت کننده در این دور از انتخابات اینه که این شکل از بی‌اعتنایی به حقیقت عواقبی داره اون هم وقتی که قدرتمندترین فرد انتخاب شده در کشور اون رو ترویج میکنه elected official in country. میگن انتخاب رئیس جمهوری سیاه پوست و یا راه پیدا کردن یک خانواده سیاه به کاخ سفید دستاورد تاریخی مهمی بود و عمق نژادپرستی پرستی رو در این کشور نمایان کرد. خلاصه اون چون میگن اینه که ریاست جمهوری شما نه فقط به خاطر عمل کرده شما بلکه به خاطر شخص شما اهمیت داشت و در نهایت باعث وضعیت فعلی درباره روابط نژادی شد. جواب شما چیه؟ این حرف برای من خیلی منادار نیست اینکه من شرایط رو بدتر کردم البته فکر میکنم که ریاست جمهوری من تونست از برخی گسلهای فرهنگی ما پرده برداره و مسائلی رو مطرح کنه که ما باید برای حلشون تلاش کنیم اعتراض های تابستان گذشته نشون داد که ما چقدر ظرفیت تلاش برای از بین بردن این شکاف ها رو داریم من هرگز این تصور رو نداشتم که انتخاب من به معنای پایان مسائل نژادی در آمریکاست. That somehow my election signified a post-racial America.